هدف خامنه ای و اصرار روحانی برای اجرای کنکور در کوران کرونا چیست؟ همه مردم تو خیابون را میرن، در مغازه میرن، بر میگردن، اتوبوس سوار میشن، تا بحث کنکور میشه دو مرتبه بحث میشه آه کنکور باشه یا نباشه. خب چطور تو خیابون میریم پس ما؟ چطور اونجا اون مغازه هست، اون پاساژ هست؟ کنکور هم همون جوره. اما همین آخوند از ترس کرونا حتی در مجلس هم حاضر نشد. به آقای رئیس جمهور توصیه کردن تشریف نیارن. آقای رئیس جمهور، شما که 1,000,000 دانش آموز رو میفرمایید به این کنکور شرکت کنن، خون شما از اونها رنگین تره؟ اصرار روحانی برای اجرای کنکور در شرایطی که رسما مسئول برگزاری گفته بود امکان عملی فاصله گذاری و برگزاری کنکور را نداریم چیست؟ رسما وزیر محترم اعلام کردند که ما توان اجرا اینا رو نداریم و اگر میخواین این پروتکل ها اجرا بشه باید آخر شهریور ماه باشه. تذکر جدی به وزیر علوم که در جلسه میگه نمیتونم، بعد چون آقای رئیس جمهور بهش دستور میده میگه میتونم. زالی رئیس ستاد کرونا این شتاب زدگی را شعله ور شدن کرونا و خطای استراتژیک دانست و گفت خطای راهبردی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم این بود که این عامل را فقط به حساب مردم گذاشتیم که واقعیت این گونه نبود. شتاب زدگی در ایجاد بازگشایی‌ها می‌تواند افکار عمومی را به این سمت ببرد که بیماری خاموش شده است. از الان هنوز کنکور 99 تموم نشده برای کنکور 1400 دارن ثبت نام می‌کنن. 8000 میلیارد تومان تقریبا گردش مالی این در واقع بحث کلاس‌های آموزشی و مافیای آموزشی من. خامنه‌ای و روحانی در وحشت از قیام و بنبست خفگی از هر وسیله‌ای برای نجات استفاده می‌کنند، اما پاسخ نهایی را به زودی جوانان و کانون‌های شورشی در آزمون سراسری قیام در کف خیابان خواهند داد.